حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله در روز 27 رجب سال 40 آم الفیل 609 میلادی و 13 سال پیش از هجرت مبعوث شدند و مسلمانان این روز را جشن می‌گیرند. در روایات اسلامی اعمال مستحبی برای روز مبعث ذکر شده است. دعا، نماز و غسل مستحب برخی از اعمال این روز است. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. سالروز بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روز بزرگی برای تاریخ و بشریت است. واقعه بعثت جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ مسلمانان دارد. بعثت در قرآن کریم به معنای برانگیختن و فرستادن پیامبران برای هدایت مردم و نیز حشر مردگان به کار رفته است. در قرآن کریم از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعبیر به منت شده است. منت از ریشه منه به معنای سنگی است که برای وزن کردن اجسام به کار می رود و اعطا کردن هر نعمت سنگین و گرانبهایی را منت گویند. و به سطح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز به واسطه آثار و برکات فراوانی که داشته و دارد نعمتی بسیار بزرگ معرفی شده است. وقتی پیامبر خدا در غار حرا به تفکر و عبادت مشغول بودند، با نزول نخستین آیات سوره علق رسالت ایشان آغاز شد و با نخستین آیات سوره مدثر ادامه یافت. مطابق با آنچه در منابع آمده است، در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در غار حرا کوه نور در حوالی مکه مکرمه به عبادت و نیایش می پرداختند، جبرئیل بر ایشان نازل شد و بر آن حضرت آیاتی از قرآن مجید را به عنوان تلیعه نبوت نازل نمود. نخستین آیاتی که بر آن حضرت فرو فرستاده شد، آیه های سوره 96 قرآن مجید یعنی سوره علق بود. امام حسن عسکری علیه السلام در توصیف بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: تا اینکه به 40 سالگی رسید و خدای متعال قلب کریمش را بهترین و والاترین و خاشعترین و مطیعترین قلب ها یافته. پس به درهای آسمان اجازه داد و آنها باز شدند و به ملائکه اجازه داد و آنها نازل شدند و در این حال محمد صلی الله علیه و آله به آنها می نگریست. پس رحمت از طرف عرش بر ایشان نازل شد و آن حضرت به روح الامین جبرئیل نگاه می کرد. جبرئیل نزد ایشان فرود آمد و دستش را گرفت و تکان داد و گفت: ای محمد بخوان. محمد فرمود: چه چیزی را بخوانم؟ گفت: ای محمد، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. قرآن را به نام پروردگارت که هستی را آفرید بخوان، همون که انسان را از خون بسته آفرید. بخوان که پروردگارت از همه ارجمندتر است، همون که با قلم تعلیم داد و آنچه را که انسان نمیدانست به او آموخت. سپس آنچه را که میبایست بر ایشان نازل کرد و خودش به سوی پروردگارش بالا رفت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله از کوه پایین آمدند، در حالی که عظمت خدای متعال و جلالت ابهت الهی ایشان را مدهوش خود کرده بود و به تب و لغز دچار شده بودند. چیزی که استراب محمد صلی الله علیه و آله را بیشتر می کرد این بود که بیم داشتند که قریشیان ایشان را تکذیب کرده و آن حضرت را به جنون نسبت دهند، در حالی که آن حضرت محمد امین و عاقل‌ترین مردم و گرامی‌ترین آنم بود و مبغوض‌ترین چیزها در نظر ایشان شیاطین و اعمال و کردار انسانهای بدکردار بود. بنابراین خدای متعال اراده کرد که قلب آن حضرت را مملو و از شجاعت نماید و به ایشان فراخی دل عنایت فرماید. برای همین از کنار هر سنگ و درختی که رد می شدند می شنیدند که می گفتند: السلام علیک یا رسول الله. آن حضرت ابتدا ماجرای بعثت را با همسر خود حضرت خدیجه سلام الله علیها و سپس با پسر عموی خود علی ابن ابی طالب علیه السلام در میان گذاشتند. از آن پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در کنار خانه خدا نماز می‌گزاردند و خدیجه سلام الله علیها و علی علیه السلام به ایشان اقتدا می‌کردند و نماز می‌خواندند.
این سه نفر با جان و مال و هستی خیش اسلام را پرورانده و فراگیر نمودند. سال بعد با نزول آیه سوره شعرا وندر عشیرتک الاقربین ابتدا بستگان خود را دعوت به اسلام نمودند و در همان سال با نزول سوره حجر دعوت خود را علنی کرده و به بازار عکاظ رفته و همه مردمی را که برای تجارت در آن مکان جمع بودند را به صورت علنی به اسلام دعوت کردند. اگرچه در مکه تنها عده کمی از مردم به اسلام ایمان آوردند، اما پس از هجرت به مدینه رفته رفته تعداد ایمان آورندگان به اسلام افزایش یافت و پس از پیروزی مسلمانان و فتح مکه این دین مبین در سراسر جهان انتشار یافت. هورا عبدالمجید، اخبار شیعه.